سرخط خبرها. به دنبال بازداشت قماندان شمشیر در کابل، نیروهای دولتی با آبپاش و شلیک هوایی با معترضان روبرو شدند. تصویب پیشنویس توافق خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، در گام بعد طرح باید به تصویب پارلمان برسد. بیش از 100 مصدوم در حمله شیمیایی به حلب. دولت سوریه میگوید شورای امنیت باید شورشیان مخالف را مجازات کند. و سایه قهرمانان داستان زال و رودابه بر سر چین. سلام، عصر یک شنبه‌تون بخیر. به اولین بخش خبری زنده امروز از تلویزیون فارسی بی بی سی خوش آمدید. صدها نفر از هواداران یک فرمانده محلی که امروز در کابل دستگیر شد، در بامیان و کابل تظاهرات کردند. بر اساس گزارش‌ها، پلیس در غرب کابل برای متفرق کردن معترضان از شلیک هوایی و ماشین آبپاش استفاده کرده. دولت افغانستان فرمانده علی پور را به سوء استفاده از قدرت و آدم‌ربایی متهم کرده. فؤاد مسیحا گزارش می‌دهد. صدای شعار و گلوله در کابل در اعتراض به بازداشت یکی دیگر از فرماندهان محلی. فرمانده علی پور، مشهور به قماندان شمشیر، امروز صبح در غرب کابل بازداشت شد. به گفته دولت افغانستان به اتهام چند مورد آدم ربایی و آزار و اذیت مسافران. آقای علی پور از جمله شبه نظامیانی است که به نیروهای خیزش مردمی مشهور شدند. نیروهایی که میگویند برای دفاع از ساکنان مناطقشان در برابر طالبان سلاح برداشتند. ما احساس زیر کنیم که امنیت آرامی به وجود آمدند. ما هم سلاح خدا برویدن تسلیم. نیروهای ارتش افغانستان دو ماه پیش هم فرمانده علی پور را در ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور محاصره کردند. اما او با کمک مردم محلی توانست از مهلک فرار کند. نیروهای موسوم به خیزش مردمی از لحاظ ساختاری در جمع مخالفان مسلح به شمار نمی آیند. اما دولت افغانستان بعضی از این گروه ها و فرماندهانشان را جزایر قدرت می نامد که از موقعیت و قدرتشان سوء استفاده می کنند. در گذشته ما هم تجربات تلخ اونا را داریم که اونا بیدادگری کردن، اونا کنترل نشدن، اونا خارج از کنترل بودن. اما امروز نیروهای مقاومت با اون نیروها بسیار فرق دارن. بازداشت فرمانده علی پور واکنش های زیادی به دنبال داشته. از مردم عادی گرفته که او را نماد مقاومت مردمی در برابر طالبان می دانند تا برخی از چهره ها و سیاستمداران شناخته شده هزاره. کریم خلیلی از رهبران هزاره و رئیس شورای عالی صلح افغانستان بازداشت او را اقدامی خشن و نسنجیده خوانده که به باور او راه حل مشکلات امنیتی افغانستان نیست. واقعیت این است که شکل‌گیری هسته های مسلح در مناطق اگرچه کار درستی نیست، اما با تأسف واقعیت دیگر این است که واکنشی است در برابر ناتوانایی ها و کم توجهی های حکومت در مورد حفظ جان و مال مردم. بازداشت فرمانده علی پور اولین اقدام دولت از این دست نیست. ارتش افغانستان نزدیک به 5 ماه پیش هم نظام الدین قیصاری، یک فرمانده محلی ازبک را در فاریاب بازداشت کرد با اتهام‌های مشابه با فرمانده علی پور. بازداشت فرمانده قیصاری که از نزدیکترین افراد به ژنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری بود، تظاهرات چند هفته‌ای هواداران او را به دنبال داشت. هرچند با بازگشت ژنرال دوستم از سفری 14 ماهه به ترکیه اعتراض ها هم خوابید، اما خواسته اصلی معترضان که آزادی فرمانده قیصاری بود برآورده نشد. فؤاد مسیحا، بی بی سی. علی حسینی خبرنگار ما از کابل همراه ماست. علی، گفتیم که در کابل تظاهرات شدید بوده، شدت گرفته، حتی مجبور شدن نیروهای امنیتی از گاز اشکاور و ماشین‌های آبپاش استفاده کنند. وضعیت به کجا کشیده الان؟ بله، همانطور است. حوالی ساعت 12 ظهر بود که خبر دستگیری آقای علی پور
به ویژه در فضای مجازی دست به دست شد و کاربران اجتماعی از همدیگر می‌خواستند به منطقه‌ای در غرب کابل که گفته می‌شد آقای علیپور در یک مرکز امنیتی و مرکز پلیس در آنجا بازداشت شده به اونجا بروند و همین طور هم شد. عده زیادی از مردم یکی از مراکز پلیس را محاصره کردند و خواستار رهایی آقای علیپور شدند، گرچه بعد مشخص شد که در آنجا نبوده و برخی از صحبت‌ها می‌بوده که به یکی از مراکز امنیتی ملی منتقل شده بوده آقای علیپور. تظاهرات ها تا کنون هم میتونم بگیم که گرد همایی ها و تظاهرات ها ادامه داره. حضور نیروهای پلیس در برخی از مناطق به ویژه غرب کابل بیشتر شده، در کنار نیروهای امنیتی پلیس دیگر از نیروهای هم حضور دارن و وزارت داخلی افغانستان گفته که این نوع گرد همایی ها و تظاهرات ها باید مسالمت آمیز باشه، قبل از اینکه برگزار شود به پلیس اطلاع داده شود تا امنیت آنها گرفته شود و وزارت داخله تاکید هم کرده که فضای نسبتا شکننده است و امکان هر رو رخداد ناامنی هم وجود داره. علی، آیا از طرف دولت واکنش دیدی؟ تا کنون دولت واکنش رسمی صادر نکرده، گرچه دو نفری که حداقل یکی از کسایی که واکنش نشان داده خودش در دولت هم هست، محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی است، یکی از رهبران هزاره که انتقاد کرده از دستگیری و بازداشت آقای علیپور و گفته که این اقدامی غیر مسئولانه است و باید هر چه زودتر او رها شود. اما مقام های دولت افغانستان، حکومت به ویژه پلیس یا امنیت، فعلا ابراز نظری در این باره نکرده، گرچه قبلا هم وزارت داخلی افغانستان گفته شده بود که دستور بازداشت و دستگیری آقای علیپور قبلا اعلام کرده و صادر کرده بوده. این دست کم حداقل میتونیم بگوییم که سومین تلاش نیروهای امنیتی افغانستان بوده برای دستگیری آقای علیپور که در دو مورد قبلی نتونستن بازداشت کنن، در یک مورد که در ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور که صورت گرفت عین موضوع بود و مردم دور منطقه غیر که آقای علیپور محاصره شده بودن جمع شدن و از آنجا آقای علیپور توانست فرار کنه و این در این مورد سومش آنطور که خبرها میرسانه به نظر میسه که بازداشت شدند. ممنونم از توضیحاتت علی. علی حسینی خبرنگار ما از کابل همراه ما. برنامه با یک خبر کوتاه از ایران ادامه میدیم. آیت الله علی خامنه ای میگوید بعضی کشورهای منطقه به جای تبعیت از اسلام از آمریکا تبعیت میکنند. رهبر ایران در دیدار با جمعی از سران کشورهای عضو سازمان وحدت اسلامی صحبت میکرد. او همچنین با یاوهگو خواندن رئیس جمهوری آمریکا گفته همه دیدن که دونالد ترامپ سران عربستان را به گاو شیرده تشبیه کرده. آیت الله علی خامنه ای میگوید چنین تعبیرهایی توهین به مردم عربستان و منطقه است. ایران رابطه میان بدهی‌های بریتانیا به این کشور و پرونده نازنین زاغری رتکلیف شهروند دو تابعیتی زندانی در تهران را رد کرده. پس از سفر جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا به ایران، گزارش‌هایی در برخی از رسانه‌های بریتانیا منتشر شد که تهران خواهان پرداخت چند صد میلیون پوند بدهی این کشور در قبال آزادی خانم زاغری شده. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید انتشار این خبرها با هدف فشار بر ایران صورت گرفته. خانم زاغری رتکلیف که در فروردین ماه سال 95 به همراه دختر خردسالش به ایران سفر کرده بود، در فرودگاه تهران بازداشت شد و به تلاش برای براندازی حکومت ایران متهم شد. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا در گفتگویی با برنامه انرومار بی بی سی درباره احتمال آزادی نازنین زاغری چنین گفت: فکر می‌کنم مشکل بزرگتر از این حرفاست. من دوشنبه تهران بودم، میخواستم نازنین رو ببینم ولی به هم اجازه ندادن، اما دخترش رو دیدم. در واقع گابریلا هدیه ای از طرف نازنین به من داد که این عروسکه. نازنین اینو برای دختر من که اونم 4 سالشه درست کرده. البته باید بگم که ساختنش خیلی برای نازنین سخت بوده، چون الان دست‌ها و شونه‌هاش درد داره و بی‌حسه. این عروسک رو قبل از این اتفاق درست کرده؟ فکر می‌کنم وقتی درد داشته این عروسک رو ساخته. دختر نازنین این نقاشی رو هم از خودش و من و دختر 4 سالم کشیده. برای من پاپیونم کشیده. حتما فکر می‌کنه من خیلی رسمیم. شما چه کار می‌خواید بکنی؟ با یک رژیم بسیار مغرور و سختگیر روبرو هستیم. اصلا کوتاه نیومدن. چطور میخواین شرایط رو تغییر بدین؟ خب من 2 تا پیام براشون دارم. اول اینکه فقط نازنین نیست.
نازنین شوهری داره که به طوری باور نکردنی شجاعه. موضوع بازداشت نازنین رو عمومی کرد. در بیشتر موارد ایرانی ها فکر میکنن که اگه مسئله بازداشت عزیزانشون رو عمومی کنن، شرایط در زندان برای اونها سخت‌تر میشه. قلدری و تهدید مستقیم. واقعیت اینه که چند شهروند دیگه بریتانیایی و از کشورهای دیگه هم در ایران زندانیان که شرایطی مشابه نازنین دارن. اول از همه از ایران میخوام که برای نازنین امکانات بهداشتی و درمانی فراهم کنن. یه زندانی دو تابعیتی دیگه هم هست که اجازه نام بردن ازش رو ندارم، ولی میگم که اونم نیاز به درمان فوری داره. دوم اینکه ایران یکی از تمدن‌های بزرگ در خاورمیانه است و میخواد قدرت بزرگی در این منطقه بشه. اگه ایران میخواد به این کشور احترام گذاشته بشه، نباید از زندانی کردن انسانهای بیگناه به عنوان اهرم فشار دیپلماتیک استفاده کنه. بخشهایی از مصاحبه وزیر خارجه بریتانیا بود در برنامه اندرومار بی بی سی که در مورد وضعیت نازنین زاغری ردکلیف و همینطور برخی دیگر از دو تابعیت‌های زندانی در ایران صحبت میکرد. رهبران اتحادیه اروپا در نشستی در بروکسل بلژیک از طرح دولت بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا حمایت کردند. تصویب پیشنویس اعلامیه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا کمتر از یک ساعت طول کشید. ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا امروز رو روزی غمگین نامیده، ولی گفته که این توافق بهترین و تنها توافق ممکن است. بهرنگ تاجدین خبرنگار ما از محل نشست در بروکسل همراه ماست. بهرنگ، هر لحظه اتفاقات داره بیشتر و بیشتر نظرها میاد بیرون، از تازه ترین ها برامون بگو. نگین، البته تقریبا داره تموم میشه. همونطور که میبینید حتی توی پشت سر من هم خیلی از خبرنگارام دارن کم کم وسایلشون رو جمع میکنن، ولی اتفاقی که افتاد همونطور که شما گفتی این بود که امروز توی جلسه سران 27 کشور دیگه اتحادیه اروپا که اینجا به بروکسل اومده بودن، در واقع توافقنامه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا که نزدیک 500-600 صفحه است و یک بیانیه سیاسی درباره روابط آینده دو طرف، این دوتا تایید شد و حالا قراره به پارلمان اروپا و مجلس بریتانیا بره برای تصویب نهایی. و بعد از اون خانم می هم رفت با این رهبران یه جلسه ای داشت و بعد کنفرانس های مطبوعاتی شروع شد. نکته جالب برای کسانی که شاید تو این دو سه سال اخیر حداقل روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رو دنبال کردن، نکته جالب براشون این بود که این برای اولین بار بود که هم طرف بریتانیایی و هم طرف های اروپایی همه یک حرف رو میزدن. یعنی صحبتی که شما از صبح میشنوید اینه که این نه روز جشن، نه روز عزا. البته بعضی از اروپایی‌ها میگفتن که ما ناراحتیم که بریتانیا داره از اتحادیه اروپا جدا میشه، ولی این روز عزا نیست. مسئله اینه که یک رأی داده شده و اون رأی باید اجرا بشه. یکی این نکته بود و نکته دوم این که تأکید میکردن که این بهترین توافق برای بریتانیا و تنها توافق ممکن برای بریتانیاست. یعنی هم تو حرفای خانم می این نکته می اومد که اگر که مثلا کسانی در بریتانیا از این توافق راضی نیستن، فکر نکنن که اگه نخست وزیر عوض شه یا حتی من دوباره برگردم اینجا توافق بهتری به دست میاد. اینو هم طرف بریتانیایی میگفت و هم طرف اروپایی، یعنی میگفتن این تنها توافق ممکنه. این تنها توافق ممکن، تنها توافقی هم هست که همه طرف‌های درگیر در داخل بریتانیا باش مخالفن. دقیقاً، و شاید به همین خاطره که خانم می دیشب یه نامه سرگشاده خطاب به ملت بریتانیا نوشت که خیلی کار عجیبیه. من مورد دیگه پیدا نکردم که نخست وزیر بریتانیا خطاب به ملت بریتانیا نامه سرگشاده نوشته باشه و از اونا خواست که بیاید پشت این توافق جمع بشید و ازش حمایت کنید. و به نوعی این نامه رو وقتی خانم می داره مینویسه خطاب به مردم، میخواد که مردم به نماینده ها فشار بیارن، چون دقیقا نکته اینه که هم احزاب مخالف دولت فعلی و هم خیلی از نماینده های حزب حاکم به دلایل کاملا برعکسی با این توافق مخالفن. یعنی توافقیه که نه خروج طلبان رو کامل راضی کرده، کسایی که خواهان قطع تمام ارتباطات بریتانیا با اتحادیه اروپا، و نه کسانی رو که در همه پرسی دو سال و نیم پیش دنبال موندن بریتانیا در اتحادیه اروپا بودن. به همین خاطر به نظر میاد، و حتی خود وزیر خارجه بریتانیا هم صبح امروز داشت میگفت که خیلی سخت به نظر میاد که
بشه تصور کرد که دو سه هفته دیگه که توافق میره به مجلس بریتانیا، مجلس اکثریت مجلس بهش رأی بدن. ممنونم بهرنگ تاجدین از بروکسل همراه ما. اما فراموش نکنید اگر علاقمند هستید که بیشتر در مورد این توافق بدونید یا پیشینش رو بخونید، سایت ما مجموعه مطالب متنوعی در همین زمینه داره. از جمله مطالب ما جزئیات بیشتر درباره تصویب اعلامیه خروج بریتانیا از سوی رهبران کشورهای اروپایی هست و همینطور مطلبی تحلیلی داریم درباره آینده روابط سیاسی و تجاری بریتانیا با اتحادیه اروپا پس از برگزیت. نشانی سایت ما رو هم که حتما دارید، bbcpersian.com. اما موری داریم بر سرخط خبرهای مهم این برنامه. صدها نفر از هواداران فرمانده علیپور در کابل و بامیان در اعتراض به بازداشتش تظاهرات کردند. اعضای اتحادیه اروپا پیشنویس طرح بریتانیا برای خروج از این اتحادیه را تصویب کردند. در ادامه این برنامه نمایش زال و رودابه، داستانی عاشقانه به روایت سایه ها. روسیه میگوید هواپیماهایش در سوریه مواضع شورشیانی که به حلب حمله شیمیایی کردند رو بمباران کردند و آنها را از بین بردند. دیشب تلویزیون دولتی سوریه گزارش داده بود که بیش از 100 غیر نظامی در حلب در پی حمله شیمیایی مجروح شدند. دولت سوریه شورشیان را عامل این حمله معرفی کرده و از سازمان ملل متحد خواسته که آن را محکوم کند. مخالفان مسلح دولت با رد این اتهام دولت را به زمینه‌سازی برای حمله به مواضع گروه‌های مخالف متهم می‌کنند. مسعود آذر و جزئیات بیشتر. حمله تازه به شهر حلب. حمله‌ای که به گفته رسانه‌های دولتی سوریه شیمیایی و با استفاده از گاز کلور بوده و بیش از 100 نفر را روانه بیمارستان کرده. این بیشترین شمار مصدومان است از زمانی که ارتش سوریه کنترل حلب را به دست گرفته. گاز کلور به مرگباری گازهای خردل و سارین نیست، اما می تواند مشکلات تنفسی و پوستی ایجاد کند و استفاده از آن ممنوع است. دولت سوریه مخالفان مسلح را متهم کرده و شورشیان هم با رد این اتهام می گویند کار خودشان است. مسکو، متحد اصلی دمشق، در پشتیبانی از دولت سوریه میگوید پیکارجویان سابق وابسته به القاعده از ادلب، محل تجمع مخالفان مسلح بشار اسد، این حمله شیمیایی را سازماندهی کردند. روسیه گفته با ترکیه در این باره صحبت میکند چون گروههایی از این شورشیان از حمایت ترکیه برخوردارند و آنها آتش بس را نقض کردند. 7 سال از جنگ و خونریزی در سوریه می‌گذرد. از آغاز جنگ‌های داخلی، حملات شیمیایی در خانشیخون، دوما در غوطه شرقی و چند شهر دیگر جان صدها نفر را گرفته و هزاران غیر نظامی را روانه بیمارستان کرده. سازمان ملل دست کم 4 بار دولت سوریه و 1 بار هم داعش را مسئول این حملات دانسته. در مواردی هم هرگز مشخص نشد چه کسی پشت حملات بوده. در حالی که ارتش سوریه با کمک روسیه و ایران توانسته شورشیان را به عقب براند و موقعیتش را تثبیت کند، وقوع یک حمله شیمیایی دیگر چیزی نبود که انتظارش را داشته باشد. خبری که با اشک و فغان کودکان و زنان سوری همراه بود. مسعود آذر، بی بی سی. علی صدزاده، روزنامه‌نگار تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت آلمان همراه ما. آقای صدزاده، روسیه در همین ساعاتی پیش اعلام کرد که هواپیماهاش مواضع مخالفانی رو که حمله شیمیایی دیشب رو انجام دادن در حلب بمباران کرده. آیا میدونی مثلا این مخالفان چه کسانی هستن؟ نه، تا به حال هم زد و نقیض بوده. یه دفعه صحبت از به اصطلاح ارتش آزادی بخش شده، یه منبع دیگه گفته که این نخ داعشی‌ها بودن که این حمله کردن و ما اصلا نمیدونیم آیا این حمله انجام شده یا نه، چون خبرها متناقض هست. تصویرهایی وسایل ارتباط جمعی سوریه منتشر کردن، واقعیت این است که حقیقت هنوز برای ما معلوم نیست. اونچه که معلومه حملات هوایی هم روسیه و هم سوریه در روزهای اخیر افزایش پیدا کرده.
مخالفین میگن که سوریه تصمیم داره اون آتش‌بس سوچی رو که بین ایران و ترکیه و سوریه تشکیل شده بود و مناطق به اصطلاح کاهش تنش ایجاد شده بود، اونها رو میخواد دولت سوریه به هم بزنه و دوباره استان ادلیب و اون بخشی از مناطق حلب رو دوباره پس بگیره و این ادعا هم در راستای این خواسته های اونها هست. به همین علت هم حمله هوایی روسیه میتونه این ادعای مخالفین رو تایید بکنه که واقعا این اتهامات اسلحه شیمیایی در امتداد یک جریانات بیشتر و بزرگتری هست. اما سابقه کم نبوده وقتی که شورشیان مسلح دولت آقای اسد در برابر دولت آقای اسد از حمله های شیمیایی استفاده کردن. سازمان ملل همین رو تایید کرده. درسته. بعضی از گروه ها اسلحه شیمیایی استفاده کردن، ولی بایستی که در این حال تفاوت قائل شد. بعضی از اسلحه های شیمیایی هست که شما نیاز به یک به اصطلاح تکنولوژی بسیار پیشرفته دارید، حتما باید یک دولت باشه، یک سازمان بسیار مهمی باید باشه. این گروه های زیرزمینی و به اصطلاح اپوزیسیون اینها قادر نیستند از نظر امکانات اسلحه شیمیایی به اصطلاح مثلا گاز خردل یا مثلا گاز عصب تولید بکنن، ولی دولت سوریه گفته نه، اینا گازهای نارنجک‌هایی پرتاب کردن به بعضی از محلات که درش گاز کلور بوده و گاز کلور درسته گروه‌های حتی زیرزمینی هم میتونن تهیه بکنن و به اصطلاح منفجر کنن، ولی همونطور که گفتم چون ما هیچ کسی که واقعا بی‌طرف باشه و به طور عینی بتونه بگه چه اتفاقی باشه در اونجا نداریم جز منابع روسی و سوری، اینه که تأیید و یا تکذیبش چندان ممکن نیست. همونطور که گفتم ما فقط میتونیم بگیم اظهارات دو طرف چی هست و حدس‌هایی بزنیم. این حدسی رو که مخالفین میزنن که گویا نیروهای روسیه و سوریه دارن تصمیم میگیرن مناطقی که تحت کنترل مخالفین هست پس بگیرن، این ادعای مخالفین درست هست. سپاسگزارم. علی صدزاده روزنامه‌نگار و تحلیلگر جهان عرب همراه ما. اما از دنیای سیاست دور بشیم و سری بزنیم به دنیای ورزش. با حمله طرفداران تیم فوتبال ریور پلیت آرژانتین به اتوبوس تیم بوکا جونیورز، فینال جام لیبرتادورس در آمریکای جنوبی به جنجال کشیده شد. این دو تیم شهر بوینس آیرس پایتخت آرژانتین که همیشه رقابت سختی با هم دارن، قرار بود که در بازی برگشت فینال مهمترین تورنمنت باشگاهی آمریکای جنوبی با هم روبرو بشن. چشم دو بازیکن تیم بوکا جونیورز در همین حمله آسیب دیده. قراره که بازی امشب با 24 ساعت تأخیر در یک استادیوم بدون تماشاگر برگزار بشه. مسابقه رفت 2-2 مساوی شده. و در مهمترین مسابقه این هفته لیگ برتر فوتبال ایران، پرسپولیس و تراکتورسازی تبریز در استادیوم آزادی تهران بدون گل مساوی شدند. به این ترتیب جایگاه دو تیم در جدول تغییری نکرده. تراکتورسازی با 23 امتیاز سومه و پرسپولیس با 21 امتیاز چهارم. هرچند پرسپولیس دو بازی کمتر انجام داده. در مسابقات دیگر امروز پریده سردنشین تا دقیقه 77 در مشهد مقابل سایپا بدون گل مساوی کرده. استقلال خوزستان و استقلال تهران هم تا دقیقه دیگه در آخرین بازی هفته 13 به میدان میرن. نمایش پرهای آتش از 2 سال پیش در کشورهای آمریکا و کانادا روی صحنه رفته. نمایش سایه‌ای از داستان زال و رودابه که این هفته در پکن چین اجرا شد. نگاهی متفاوت به یکی از داستان‌های جذاب شاهنامه که در اون از هنرهای اسلامی و موسیقی محلی ایرانی هم استفاده شده. کاوه مشکات گزارش میده. سایه سیمرغ و زال روی پرده سالن تیانکیاوی پکن. پرهای آتش یک تئاتر سایه‌ای یا سایه بازی با الهام از یکی از داستان‌های عاشقانه شاهنامه زال و رودابه، داستانی از رنج و تلاش دو دلداده برای رسیدن به یکدیگر. در این نمایش 8 بازیگر بازی می‌کنند و 160 عروسک و 15 ماسک هم به کار گرفته شده. تئاتری متفاوت که مثل یک فیلم سینمایی در آن صحنه‌ها به شکل زنده عوض می‌شوند. یه ذره سنگینن. شما از گوشه چشمتون به صفحه نگاه می‌کنین. واسه همین یکم طول می‌کشه که حرکت کردن باهاش رو یاد بگیرین. مثلا اگه بخواین بگین بله، در واقع ماسک اینطوری میره. پس باید حرکت رو یاد بگیرین.
حمید رحمانیان کارگردان این نمایش با اضافه کردن عناصر مختلف و رنگ به تئاتر سایه این داستان اساطیری ایرانی را برای مخاطب جهانیش قابل لمس کرده. این داستان شباهت‌هایی با راپونزل، رومئو و جولیت و کتاب جنگل داره. تصمیم گرفتم این داستان رو کار کنم به خاطر اینکه خیلی از مردم با اون حس نزدیکی میکنن و در فرهنگشون روایت‌های شبیه اون شنیدن. تور این نمایش از 2 سال پیش شروع شده. اجرای موفق که بلیط‌هایش همگی فروش رفته. روایتی که قصد دارد تصویری متفاوت از ایران و فرهنگش به مخاطبان ارائه دهد. قصدم این بود تصویر مثبتی از ایرانی‌ها و هنر اسلامی ارائه بدم. به خاطر اینکه تصویر ایران و خاورمیانه در خبرها و به خصوص در غرب منفی. در نتیجه من قصد ساخت اثری درباره نقاط قوت فرهنگمون رو که ادبیات و فرهنگ تصویری داشتم. پرهای آتش نگاهی تصویری است به یکی از داستان‌های جذاب و مهم شاهنامه برای عصر دیجیتال. پر از موسیقی، رنگ و در برخی موارد هم طنز. کاوه مشکات، BBC. سایه‌ها غیرهای ریز خوبی می‌دادند. برنامه امروز هشتگ شما به خالکوبی اختصاص داره. فکر می‌کنید که علت فراگیر شدن خالکوبی در بین جوانان در سال‌های اخیر چی بوده؟ آیا نگاه جامعه شما به خالکوبی نسبت به گذشته تغییر کرده؟ اگه خود شما خالکوبی کردید با چه انگیزه این کار رو انجام دادید و طرح مورد نظرتون رو بر چه اساس انتخاب کردید؟ و اینکه نظرهای شما رو امشب بشنویم از یکی از راه‌هایی که روی صفحه تلویزیون می‌بینید با همکاران ما تماس بگیرید تا اونها زمینه حضور شما در برنامه هشتگ شما رو فراهم کنن. هشتگ شما ساعت 7:30 شب به وقت ایران. ممنون که در این نیم ساعت با BBC فارسی همراه بودین. تا دقایق دیگه با خلاصه خبرها باز هم با شما خواهم بود.